نمیان بگم که فرض کنیم که من دارم سه تا ایکس به علاوه مثلا دو تا وای مساوی پنج. یه معادله دیگه هم دارم که هست مثلا منهای ایکس به علاوه فرضاً وای مساوی یک. بگید من هایی اینا حتما در یه نقطه همدیگه رو قطع بکنن دیگه. چرا؟ چون دترمینانشون از 3 ضرب در 1 3، منهای 2 میشه 5، درسته؟ پس دلتاش 5ه، بنابراین مشکلی نداریم که یه اینجور چیزی رو به کار بریم. فقط یادتون باشه با اینجا تفاوتش چیه یا با اینجا ها. در حقیقت وای 1 رو من اسمش رو گذاشتم ایکس 1، وای 2 اسمش رو گذاشتم وای، به جای ایکس 1 5 گذاشتم، به جای x2 منهای 1 گذاشتم، درسته؟ خب من میتونم اینو به این شکل بنویسم، ببینیم که خوشتون میاد شما من اینو بنویسم یا نه. بنویسم 3 منهای 1 x به علاوه 2 1 y مساوی 5 منهای 1. یه قراردادی رو میبندیم با هم دیگه. حالا کلی ترش هم بنویسم. بنویسم Rx به علاوه by مساوی M، Cx به علاوه dy مساوی N. این هم حالتیه دیگه، تا حالت کلی کرده. به جای این گفتم که ما میاییم تعریف میکنیم به این شکل. بنویسیم A در C X به علاوه B، اینم D Y و M N. اینو من طوری تعریف میکنم که اگر A رو به X ضرب کردم، جمع کردم با B در Y مساوی این بالایی بشه که میشه A در X به علاوه B در Y بشه این. پایینی هارم که ضرب میکنم C در X D در Y میشه پایینی. خب یه قراردادیه میبندیم، یه نوتیشنیه که از خودمون اختراع میکنیم، کشف نه، اختراع میکنیم، درست میکنیم، یه قراردادی بین خودمون هست. اسم اینو میذاریم یک بردار، یه وکتور میذاریم. چرا میذاریم یه بردار؟ چون ما قبلا در افاین جیومتری دیدیم که هر نقطه ای رو که تعریف بکنیم، نقطه برای ما چیه؟ دیگه معنیشو از دست میده. ما نقطه رو بردار میبینیم از یه مبدعی. مثلا مبدعی من فرضاً از اینجا باشه، پس من الان یه دونه بردار میبینم، درسته؟ اون بردار من چطور نشون میدادم؟ با توجه به این و این نشون میدادم. اگه اینجا آ بود و اینجا ب بود مینوشتم چی؟ آ نقطه کاما ب، درسته؟ منتها اونجا من به صورت افقی مینوشتم، خیلی هیچ مسئله ای نیست، ما میتونیم همونو عمودی هم بنویسیم به این شکل. رسمه که اونجا به صورت افقی بنویسیم، ولی ایرادی نداره که به صورت عمودی بنویسیم. یه تفاوت کمی با هم داره، ولی فعلا به درد این تا اینجای مطلب مهم نیست. پس این الان یه برداره مثل A کاما C و B کاما D که مثلا ما اینجا داریم. MN هم باز دوباره چیه؟ یه دونه بردار. چرا بردار اسمشو میذاریم؟ به خاطر اینکه میتونیم از ریاضیات برداری استفاده کنیم. اجازه بدید که به صورت برداری، ریاضیات برداری استفاده خواهید دید که بریم هرچی جلوتر بهتر متوجه خواهید شد. ولی یادمون باشه این یک چیزه چیه؟ یک قرارداده. پس از اینجا ما میایم یه چیزی رو تعریف میکنیم که بذارید من این بردار A و C رو حالا بنویسم یه برداری مثل U در X به علاوه یه برداری بردار دیگه مثل V در Y مساوی یه بردار دیگه هست مثل W. اینا هر سه تا بردار هم دیگه. حالا با این معیار من کار بکنم، یه خورده یه دیدگاه جدیدی من خواهم به دست خواهم آورد، و خصوصا اینکه ریاضیات برداری و هر آنچه که بلدیم تا حالا صحبت کردیم، نه قدیما، تا حالا که خودمون درست کردیم
از اولین جلسه میتونیم ازش استفاده بکنیم. مثلا x یه عدد دیگه، y هم یه عدد دیگه، درسته؟ پس میشه یک کمیت اسکالر ضرب در u، پس میشه این خودش میشه یک بردار که لینیر دیپندنت با این ux. اگه u شما این هست و مثلا x شما دو باشه، ux شما میشه چی؟ میشه یه بردار در این جهت دو برابر دیگه، پس میشه بازم یه بردار. پس این میشه یه بردار. مثلا من فرض کنم اینو با یه بردار بزرگتر نشون بدم، به یوی بزرگ بردار و یه ضریبیه، یه عددیه، ضرب در و دوباره میشه همین، و میشه این و یه ضریبی، مثلا نصفش میشه یا منهای یک بشه، برمیگردونه به اون طرف. اینا با و بزرگ نشون بدم و اینجا میشه چی؟ مثلا اینا فرض حالا دبلیو نشون بدم، درسته؟ پس من دارم اینجا در حقیقت جمع برداری انجام میدم که اینا ما جلسه اول دوم دیگه نشون دادیم، که در فکرم جلسه اول بود ما این نشون دادیم که بلدیم دو تا بردار با هم جمع بکنیم، دو تا بردار با هم جمع بکنیم، یو به علاوه و میشه این دبلیو که من دارم دیگه، درسته؟ پس بلدیم. پس میدید که من اگه از این نوتیشن استفاده بکنم ربطش میدم به اون چیزایی که در بردارها خوندیم و میتونم ربطش بدم به این صحبتهایی که اینجا کردیم در افاین جیومتری کردیم. خب به شرطی من میتونم اینو به جای این بنویسم الان که قبول بکنیم که عدد مثلا آلفا ضرب در یه برداری که مثلا بشه آ و سه برابر با چیه؟ هم باید اینو ضرب در چیز بکنم، آلفا ضرب بکنم، هم باید اینو ضرب بکنم. قبلا ما جلسه اول داشتیم دیگه، اینجا دوباره وای رو هم به این ضرب میکنیم هم به این ضرب میکنیم، که اینجا نگاه کن، وقتی که به این ضرب میکنیم وای به یا به این ضرب میکنیم وای ده، خب بالایی و پایینی میشه. یعنی چی؟ یعنی من مینویسم x a x c، بازم یه بردار دیگه، این همین بردار دیگه، این آ بود، این سه بود، یه دونه ایکس به ایش زرد کرده، حالا شما آلفا بذارید ایکس، به علاوه بی وای دی وای مساوی میشه با ام این. خب دو تا بردار این جهت مثلا ای یکشه، این جهت ای دوشه، این هم جهت ای یکه، این جهت ای دوشه، درسته؟ فرضاً آره دو تا برد چیزه دیگه، هر برداری شما ببینید اینجا دو تا چیز داره دیگه، یکی جهت ای یک، یکی ای دو. خب این دوتا با هم مساوی باشن، جمع این دوتا رو بخواهیم جمع کنید میشه چی؟ ایکس ها با هم جمع میشه، یک ها جهت های یک با هم جمع میشه و جهت های ای دو با هم جمع. قبلا ما اینو صحبت کردیم دیگه، جلسه اول، جلسه اول ما گفتیم که چی؟ دوتا بردار وقتی که با هم بخواهم بنویسیم جمع بکنیم، یو به علاوه و بکنیم، ایکس هاش با هم جمع میشه و وای هاش هم با هم جمع، یا مؤلف هاش در جهت ای یک با هم جمع میشه، ای دو با هم دیگه جمع میشه دیگه، درسته؟ و نهایتا اگه اینجور باشه، یعنی ایکس آ به علاوه بی وای مساوی ام میشه همین نقطه، و ایکس دی وای ام میشه همین معادله، درسته؟ پس میبینید که این نوتیشن رو به کار بردن کار ما رو ساده تر میکنه و به ما یه دیدگاه جدیدی رو میده از این معادلاتی که اینجا میدیدیم تا حالا. ببین الان دیگه ما داریم با یک ابزار جدیدی به این معادلات نگاه میکنیم، دیگه نمیگیم خط راسته، دیگه نمیگیم خط هم دیگه رو قطع میکنه و و و. خب صحبت هایی کردیم، فعلا نشون میدیم که اگه به صورت بردار بنویسیم میتونیم این معادلات رو به این شکل بنویسیم، درست شد؟ اینم برای ما کاربرد خواهد داشت. الان میریم ببینیم که چه کاربردی داره. خب حالا این مثال هایی که من اینجا زدم، خب میتونیم بنویسیم چی؟ من 3x 2y 5، من های x y من های 1. خب هیچ چیزی جدیدی رو از صبح اختراع نکردیم، تنها چیزی که اینجا استفاده کردیم که قبلا من به شما خودم اثبات کردم در جلسه اول، که هر عددی ضرب در بردار، اونجا من بردار اینجوری نوشته بودم، حالا من بردار اینجوری می‌نویسم، هیچ فرقی نمی‌کنه. بهش میگن، رو وکتور، خب بردار طولی یا رو ردیف بهش میگیم رو وکتور، و بهش میگیم کالوم وکتور. خب کالوم وکتور یعنی بردار عمودی. خب
جهت چیست. اگه من اینو ضرب بکنم گفتیم موشه چی؟ گفتیم میشه این این هست که آلفا آ آلفا ب باشه. درسته؟ اینجا هم میگیم چی؟ هیچ کار چه حرف جدیدی نمیگیم. میگه آلفا آ ببخشید و آلفا ب باشه. ما اینو بیشتر استفاده خواهیم کرد از این به بعد. خصوصا در مکانیک کوانتوم خب اینو کمتر. نه که اصلا ها بیش وقتی بردار اغلب به این شکل نشون خواهیم داد. خب اگه اینجور باشه پس x ضرب در 3 منهای 1 یعنی چی؟ یعنی 3 تا x منهای x میشه 3 تا x منهای x. 2 1 y میشه چی؟ میشه 2 تا y و 1 دونه y. 2 تا y 1 دونه y. 5 1 هم که سر جای خود 5 منهای 1 هم میشه سر جای خودش. پس این چیزی جدیدی از خودمون اختراع نکردیم و صحبت هایی هم که الان به من میگه این در حقیقت یه چیز جدیدی به من میگه. میگه که اگه شما بیاد یه برداری داشته باشی که در افاین گرید حالا یه دونه افاین گرید اینجا رسم میکنه و میگه یه بردار از مثلا اینجا یه نقطه یک شروع میکنی 3 1 یعنی شما برید 3 واحد در این جهت و منهای 1 واحد به طرف پایین میشه میشه این بردار. حالا خیلی جالبه این بحث رو دقت بکنید یه خورده میشه این میشه همون یویی که من اسمشو گذاشتم یو دیگه خب یعنی میشه همون یویی که من دارم الان. حالا این چی میشه 2 1 خب 2 1 2 1 یعنی چی؟ یعنی دو تا در این جهت برید یه دونه در این جهت برید. ها خب چه از زیباست. شما دفعه قبل من این معادلات رو نوشتم خط کشیدم روی x y درسته محل تقاطع به اون ربط دادم ولی الان ببینید چیکار میکنم. این با این به چه ارتباطی میتونید پیدا بکنید. ها اینم هم همون بردار مثلا v من باشه مثلا بردار v من دیگه. خب حالا میگه که اگه من این بردارو به این عدد ضرب بکنم و این بردار رو به این عدد ضرب بکنم یه برداری به دست خواهم آورد که طولش هست 5 منهای 1 یعنی از اینجا که برم 1 2 3 4 5 منهای 1 این میشه اون نقطه ای که البته من اگه هیچی کم میده اینجا خب اینجور رو هم پاک کنم که اینجا بنویسم. درسته این بردار هم اسمشو بذاریم W. درسته این هم میشه بردار W شما. خب واسه اینکه این بردار من خب جمع بشه با این بردار من خب اگه جمع بشه با این بردار من اینو بیارم اینجا من اینجا جمع بکنم میاد اینجا درسته و این بردار من از اینجا میاد به اینجا درسته و حال اینکه اونجوری نمیگه این اگه بخواد 5 منهای 1 بشه این x شما یا این y شما ممکنه این ضریبش واسه اینکه به جای اینکه نگاه کنید اگه اینا 1 و 1 بودن دیگه این با این که جمع بشه بیشه در این باید بیاد اینجا یعنی چی؟ یعنی این طول باید به یه عدد کوچکتر از یک ضرب بشه مثلا این عدد کوچکتر از یکه این وی که ضرب کنم این یکی چی؟ این یکی احتمالا همین هول و هوشه مثلا ها؟ که جمع نهایتا برسه به یه نقطه مثل اینجا. پس در حقیقت این معادله این سیستمی که من دارم اینجا میتونم تعبیر کنم به این شکل و اگه به این شکل تعبیر کنم میشه این و معنی اینجا معنی این معادله اینه که اگه من این بردار رو x برابر بکنم این بردار رو y برابر بکنم نهایتا باید این بردار به دست بیاد این بردار رو x برابر بکنم این بردار رو y برابر بکنم x و y میتونه هر عدد مثبت و منفی باشن با هم دیگه جمع بکنم میشه چی؟ تموم. الان هم گفتم دیگه الان من خدمت شما عرض کردم که این یعنی 3x منهای x x برابر کردم این هست 2y y درسته؟ که باید بشه برات خب 3x منهای x خب x یه عددیه دیگه تا اینجا من رفتم ببینید من 3 تا رفتم یه دونه سه تا رفتم یه دونه اومدم پایین ولی به شرطی x رو من 1 فرض کردم x من که 1 نیست x من فرض کنیم که 2 باشه فرضاً میشه 3 ضرب در 6 تا باید در این جهت برم و 2 تا پایین بیام این y من چیه؟ y من هم یه عددیه که من اگه این محور این بردار رو که تعیین می‌کردم مثلا الان شده 2 1 2 1
دو برابر وای برم، یک برابر وای هم برم این طرف، بشه این بردار، با هم دیگه که جمع بکنم باید بشه 5x. این فقط به ازای ایکس و وای مشخصی میتونه صدق بکنه که دقیقا این نقطه منو به دست بده. پس در حقیقت من اینجا وقتی بخوام این چیزی رو حل کنم، یعنی دنبال یه ایکس و وای میگردم که اگر به این بردار و به این بردار ضرب بشه، بشه این بردار، درسته؟ جمعشون بشه این بردار در افاین جیومتری. این چی برداریه؟ این سه و منهاییه که این چی برداریه؟ این مال زریبای وایه و این چی برداره؟ این هم میشه. حالا ببینید که مفهوم خیلی قشنگی داره. حالا اجازه بدید من اون حالت دیگرم خدمتتون بگم. ببینید که ببینید اینجا باز دوباره ما اونو میبینیم. اجازه بدید من اینو فرض کنم که هست فرضاً 6x، اینم فرض کنم 4 تا وای. ها اینم بزنم سر جاش بمونه اصلا. خب حالا ببینیم که الان چطور میشه. میگه که شما اجازه بدید اینم من یه گرید دیگه بکشم اینجا، ایراد نداره، چون کوچیکش بکنم که بشه اینجا کشید. اینو بنویسم x به علاوه y، اینو بنویسم 2x به علاوه 2y، هیچ یاد نداره. حالا اینو بخوام حل بکنم، معنیش چیه؟ معنیش هست که یه برداری دارم 1 2، به x ضرب بشه، x برابر باید بشه، و اگه بردار دیگه ای دارم که 1 دوباره 2 باشه، اینو بنویسید 2، اینو بنویسید 4. خب الان بهتر شد. 2 و 4 باشه که y برابر بشه، این باید برابر باشه یه برداری بشه که در جهت E1 اینه، در جهت E2 اینه، درسته؟ خب حالا میام اینجا رسمش میکنم، این گرید رو یه خورده ریزترش میکنم که خب 1 2 رو میذارم، از این نقطه شروع میکنم. 1 2 یعنی چی؟ یعنی یکی در جهت E1، دو تا به طرف بالا، یکی بس، این میشه این بردار اول میشه همین U. خب این باید X برابر بشه، پس در جهت X برابر، یعنی در این جهت خواهد رفت، خدا میدونه ممکنه کوتاه بشه، ممکنه بلند بشه. 2 4 چیه؟ 2 4 هم میگه از همین نقطه که شروع میکنید، 2 تا برید اینجا و 4 تا برید بالا، 1 1 2 1 2 3 4، میشه این ماده، نه 1 این 1 2 بود، این هست 2 بعد 4 تا، میشه اینجا. حالا من درست نکشتم این گریدو، این هم میشه یه نقطه ای که از اینجا شروع میشه، از 2 شروع، آره 2 تا به طرف چیز و 4 تا اینجا، میشه یه دقیقا همه، میشه این بردار. ببین 2 تا و 4 تا، 1 و 2 تا، 2 تا رو همدیگه افتادن. اگه 2 تا روی همدیگه افتادن، میگه که این بردار و این بردار، این یو باشه، این بزرگی هم و باشه، این و باشه، باید برابر بشه با بردار 5 منهای 1. از اینجا 5 تا میرم اینجا و منهای 1 میام اینجا، باید برابر با این میشه. حالا نگاه بکن این ممکن هست یا نه، این بردار مثلا دابلیو باشه، آیا ممکن هست که من این بردار رو با این بردار جمع بکنم بشه این بردار؟ غیر ممکنه. چرا؟ چون این دوتا لینیرلی دیپندنت هست. شما این بردار رو با این بردار جمع بکنی، میشه در این امتداد، میشه یه بردار، این بردار. چطور این بردار باید مساوی این باشه؟ غیر ممکنه. اگه غیر ممکنه، پس این رابطه قابل حل نیست. شما هیچ ایکس و وای ندارید که بتونه اینو رو معادله ارضا بکنه. چرا؟ چون این چیز وکتور با اون وکتوری که به دست اومده چی هستن؟ لینیرلی ایندیپندنتن. چطور میتونه با هم دیگه مساوی باشه؟ این بردار یادتون هست گفتم هیچ وقت با این بردار مساوی نیست، تعریف لینیر ایندیپندنسه. چرا؟ چون حتی اگه مقدارش هم یکی باشه، جهتشون یکی نیست. نتیجه این معادله قابل حل نیست. و این دقیقا همونیه که قبلا هم گفتیم، از یه جای دیگه هم میتونه قابل حل نیست. چرا؟ چون این بردار یو و بردار و بای وکتوری هستن که سطحشون چیه؟ مساحتی که تولید میکنن صفره، دلتا صفره، بنابراین اینجا دیدی که نمیتونست. ببین از هر راهی که میریم، از خطوط چیزم که میخواستیم بریم حد بکنیم، از این طریقم باید x به علاوه 2y مساوی 5، درسته؟ خب بس این میشه x به علاوه 2y، میشه یه y که 0 باشه x میشه 5، میشه این نقطه، x که 0 باشه y میشه 2.5، میشه مثلا این نقطه، میشه این خط. این چی؟ این در حقیقت همونه، فقط دو برابر کردم اینو،
پس اینو به دو تقسیم میکنم، این میشه دو، این میشه منهای یک دوم. درسته؟ دوباره من اینو بخوام رسم بکنم، مهم نیست کجا هست، x شما صفر باشه y شما میشه چی؟ منهای یک چهارم. پس x شما صفر باشه y شما اینجا هست منهای یک چهارم، y شما صفر باشه x شما چیه؟ x شما هست منهای یک دوم. میشه این و اینو به هم دیگه وصل کنید، ببین موازی هم من درست نکشیدم، شما تو خود رسم بکنید موازی میشه. ببین از هر طریقی که میریم جوابا یکیه، ولی کدومش زیباست؟ من خودم خوشم میاد افغان جیومتری رو، دلیل داره برای این صحبت من، برای اینکه از افغان جیومتری ما میتونیم بریم راجع به فضاهای انبعدی صحبت بکنیم و در وکتور سپیس صحبت بکنیم. امیدوارم که اون لذت و چیزی رو که تا حالا به دست آوردیم متوجه بشید. جبر رو ببین، همه این دلتا ملتا رو صحبت کردیم، ببین این افاین جیومتری رو، ببین چقدر قشنگ همه چیزا با هم دیگه جور در میان. خب و ارتباطش دادیم، الان دیدید که اون روابطی که کوردینیت ها رو گرید ها رو اینو به این تبدیل میکنه اونو به این تبدیل میکنه، ربطش دادیم به این صحبت هایی که الان خدمت شما عرض کردیم. خب حالا بریم یه آخرین قسمت صحبت های من یه چیز دیگه هست، و همینجوری که یادتون از گفتم این جلسه خیلی مطلب توش داره، یه مقدار باید همین روش کار کنید. الان متوجه شدید که منظور من چی؟ الان بریم یه مفهوم دیگه هم بگم که دیگه بحث رو تموم کنیم. فکر کنم شما یه چند ساعتی باید وقتتون رو بذارید که این زیبایی رو بریزید تو لمس بکنید و به اون حالت خلصه برسید، کیف بکنه. شاید نه خود میدونم که یه خورده خورم، ولی زیادی شاید خودم خبر ندارم، ولی این خولی رو دوست دارم. بیان یه چون دیگه بگیم مثلا من x1 به علاوه b x2 مساوی y1 باشه، فرض کنیم 3x1 به علاوه d x2 یه جور دیگه می‌نویسم که همون صحبت هست y2 باشه. خب گفتم من الان میتونم اینو به صورت بردار بنویسم، میتونم اینجوری بنویسم a3x1 به d بردار x2 مساوی بردار y1 y2. الان مفاهیمش هم من گفتم دیگه جا افتاد. اجازه بدید که، و اینا رو گفتیم وکتور یادمون باشه، اجازه بدید که من بیام اینو قراردادی. چرا این قراردادا رو میذاریم؟ به خاطر همین خطکشی که من شروع کردم، گفتم خط راست رو میدونیم چیه؟ آره، هر بشری میدونه، هر موجودی در جهان میدونه خط راست چیه. بر اساس این اومدیم قرارداد گذاشتیم، اومدیم تا حالا به این همه مسائل زیبا رو، زیبایی ها رو خلق کردیم. حالا باز قرارداد میذاریم، از این قرارداد زیباست، ریاضیدان کسی که بتونه از این قراردادا از خودش در بیاره و یه دیدگاه جدیدی به جهان بده، مثلا هنرمندا که از زوایای مختلف جهان رو میبینن، یکی از طریق نقاشی، یکی از طریق موسیقی، یکی از طریق حالا اینجا همینجوره. بذاریم یه ابزار دیگه ای تولید بکنیم، بیاییم بگیم که ما سیستم بالای معادلات رو ما اینجوری بنویسیم A B C D و X1 X2 Y1 Y2. بریم الان با این مقایسه بکنیم قبلی. اینجا بر اساس وکتور رو از خودم یه قرارداد گذاشتم، ولی راحت بود این رو درک کردن. چرا؟ چون قبلا صحبت کردیم که عدد ضرب در بردار یعنی چی، ولی الان این یه چیزی جدیدی شد. من اومدم ضرایبی که دارم آوردم توی یک محدوده گذاشتم، یه شکم گذاشتم اصطلاحا، و اون x1 و x2 که من دارم که بشه این x1 x2 که در اینجا بود مؤلفه ها یا سایه های بردار آبه در افاین جیومتری، و این طرف هم چی؟ y1 و y2 رو دارم، باز همون بردار رو دارم، ولی چی؟ از نظر برداری ها، ولی به حسب y1 y2 مثلا، یعنی در از دیدگاه ناظر y هست. من میگم که اینو من میتونم داشته باشم به شرط این که یه قراردادی بین خودمون بذاریم، اونم اینه که
مفهوم این این باشه که این عدد ضرب در این به علاوه این عدد ضرب در این مساوی این باشه. یعنی چی؟ پس میام اینجوری میگم، میگم من اینو میذارم تعریف میکنم ولی با یه قراردادی که خودم براش تعریف میکنم که آ ضرب این عدد ضرب در این، آ ضرب در x1 به علاوه b ضرب در x2 مساوی باشه با قسمت بالایی اون y1. و همینطور میام اینجا ردیف دوم، c ضرب در x1 به علاوه d ضرب در x2 میشه چی؟ y2 بشه. میگم که اگه من این تعریف رو بکنم، این سیستمی که من تعریف کردم دقیقا همین رو به من میاره. به نگاه کنید، AX1 BX2 CX1 DX2 Y2 شد. پس باید من هیچ کاری نکردیم اینجا، ما فقط از خودمون یه قرارداد درست کردیم که این مجموعه ذرایه و فقط یه جا جمع که اینجا اینجوری نبود، اینجا یه جوری تعبیر دیگه بود اصلا. اینجا X1 X2 اصلا بردار نگفتیم، اینا رو بردار گفتیم ذرایه برسه، ولی اینجا نه، اینجا یه جور دیگه میگیم، میگیم که این ذرایه رو به این بردار و ضرب میکنیم که بشه این بردار. منتها نحوه ضربمون رو حتما باید اینجوری بنویسیم که درست، اگه اینجوری نباشه که درست نیست که، چون این معادله نمیشه که، این معادله نمیشه که. خب یک، به این مجموعه که اینجا هست بهش میگیم یک ماتریکس. ماتریکس از کلمه چیز میاد؟ از کلمه لاتین میاد که به زبان لاتین یا احتمالا به زبان لاتین به معنی شکم هست، شکم هم نه، به معنی رحم هست. وم، خب رحم خانوما. چرا؟ چون انگار بچه هست توش، بهش میگیم ماتریکس. از اولین بار کلمه ماتریکس گذاشتم به خاطر این واسه جلسه اول خدمت شما عرض کردم. دوم، قانون ضرب ماتریکس رو به یه بردار رو تعریف میکنیم. پس احتمالا شما در دوره دبیرستان، حتی ممکنه در دانشگاه شما اینا رو قبلا خوندی. احتمال میدم و احتمالش هم زیاد میدم، اصلا کسی به شما نگفته که چرا ماتریس رو اینجور به هم دیگه ضرب میکنن، چرا یه ماتریس ضرب در بردار حاصلش میشه اینجور چیزی. فقط حفظ کردی به ما گفتن که آره ماتریس ضرب در بردار به این شکلی. چرا اینجوره؟ اصلا دلیل نداره اینجوری باشه، خودمون خواستیم اینجوری بشه. پس ضرب ماتریس به یک بردار رو ما خودمون اختراع کردیم، نه که کشف کردیم، اختراع کردیم، به خاطر اینکه چی؟ نوشتن این معادله رو به یه شکل دیگه بنویسه و به این شکل بنویسه. حالا این چه مزیتی به این داره؟ خب حتما یه مزیتی داره نسبت به این، برای خودش یه مزایایی، ممکن یه ایرادایی هم داره، ولی به ما یک دیدگاه جدیدی میده. انگار قبلا شما یه عینکی میزدید دنیا رو یه جور میدیدید، حالا یه عینک دیگه میزنید دنیا رو یه جور دیگه، ولی واقعیت که تغییر نمیتونیم بدید، واقعیت همینه، فکته. قبلا x1 x2 میدید، حالا y1 y2 میدید، مثلا یه جور دیگه میبینید، اینجا همینه. پس ما ضرب ماتریس رو در یک بردار از این به بعد تعریف میکنیم به این شکل، اولی ضرب در این، دومی ضرب در این، با هم دیگه جمع میشه مساوی این، پایینی دوباره این در این، این در این مساوی. الان هم ما میدونیم که ضرب ماتریس یعنی چی، الان شما میدونید که از کجا اومده اگه نمیدونستید. اگه هم اولین باره که با این مسائل آشنا میشید، خب دیگه بهتر از همون اول واقعیت رو میدونید که چی هست. خب اگه اینجور باشه، اون موقع یه چیزی رو ما تعریف میکنیم. اون اینجا که ما صحبت میکردیم دلتا رو چی تعریف میکردیم؟ آده منهای بیسه، اینو گفتیم دلتا، درسته؟ در حقیقت همینه دیگه، آده منهای بیسه، آده منهای بیسه دیگه، درسته؟ مساحت اون چیز بود با توازی لزوا بود. خب اینجا چیه؟ اینجا نگاه بکنید، همه این آده بیسه اینجا هست. در حقیقت آده منهای بیسه که سطح اون بای وکتور رو نشون میداد، الان چیکار میکنه؟ الان در این ماتریس قطر اینا حاصل ضربش به هم دیگه است و تفاضلش آده منهای بیسه. قبلا ما اینو گفتیم اسمش مساحته در افاین جیومتری، در این نوتیشنی که داریم اسمش رو میذاریم دترمینان، یعنی از این به بعد مینویسیم دترمینان این ماتریس، گاهن با همی هم نشون میدیم، فقط اسمش اسمش عوض کردیم دترمینانت. خب پس ما یه
و معمولا اینم بگم، معمولا مجموعه اینو با یه حرف بزرگ نشون میدیم، مثل آ. بعد در مکانیک کوانتوم خیلی زیبا خواهد شد، خیلی خیلی مفهوم زیبایی داره، متوجه خواهید شد. الان نمیخوام بگم یه قرب لذتش از بین نره، باید عمقش رو درک بکنید، بعدا معمول لذتش رو بگیم چی هست. خب پس من میتونم این سیستم رو بنویسم، آ در x1 x2 بردار مساوی یه بردار دیگه y1 y2، درسته؟ به این آ میگیم یه ماتریس که اگه به x1 x2 ضرب بشه، خب به صورت ضرب ماتریسی بشه یه بردار دیگه. این تقریبا نقطه اول داریم مکانیک کوانتوم یواش یواش وارد میشه. این آ خب اگه به یه بردار ضرب بشه، مثل بردار بشه، تقریبا مثل یه عدد ثابت عمل میکنه، درسته؟ مثل یه ضریب. چرا؟ چون یه ضریبم. شما x1 x2 آ رو در نظر نگیرید، بخواد مساوی y1 y2 باشه کی میشه؟ x1 مساوی y1 میشه، x2 مساوی y2 باشه. اگه نه به این شما یه ضرب چیزی ضرب کردید که بشه یه بردار دیگه، این باید چی بشه؟ این حتما یه ضریبی که تبدیل میکنه به چیز شبیه ضریبه. خب حالا بریم جلوتر بیشتر متوجه میشیم، ولی به هر حال فعلا ما با یه آ نشون میدیم. گاهن دترمینان آ رو مینویسن دلتا آ، گاهن مینویسن در بعضی کتابا این، و در مکانیک کوانتوم هم خواهید دید که ما اینجوری خواهیم نوشت، یه خط دو تا خط موازی وسطش آ بذاریم. همه اینا معنی دترمینانه در نوتیشن برداری و ماتریسی، و دلتا هست چی؟ مساحت در چی؟ افهای جیومتری. بعد این رو به اندیه ربط خواهیم دارد. خب اینم از این. خب از این دارم من یه نکته ایم بگم که آخرین قسمتش باشه، نمیم شاید من صحبت کردم ولی ایراد نداره، به ما اینا رو باید یاد میگیریم. هر چقدر باشه باید یاد بگیریم، ساعتم باشه باید یاد بگیریم. از بینید که من حالا دوتا نه من بذاری همجا تموم بشه، من فکر کنم که خیلی طولانی شد، خسته کننده میشه، چون چیزی که میخوام بگم چیز خیلی مهمی فعلا نیست، نه که نیست، خیلی مهمی نیست. آره مثلا یه چیزی حدود فکر میکنم یه نزدیک 1:45 اینو صحبت کردم، از این اونو درم هم نمیاد نگم، بذار بگم. فرض کنید که من دارم y1 و y2 رو بر اساس x1 و x2 به دست میارم، a x1 به علاوه b x2 cx1 به علاوه d x2، درسته؟ و میخوایم یه ناظر دیگه ای هم از که شبکه دیگه ای داره به این شکل شبکه هست، و این شبکه اسمش زد هست فرض کنید. خب این دیگه اینو بخواد ببینه، اینو بر اساس z1 و z2 خواهد دید، بعد z1 و z2 هم بخوایم چیز بکنیم بر اساس y1 تعریف بکنیم، میخوایم تبدیل z رو به y تبدیل بکنیم. یعنی چی؟ یعنی شما y رو دارید، میخوایم z رو به دست بیارید. مثلا میشه فرض کنیم که m y1 به علاوه n y2، اینم مثلا p y1 به علاوه q y2، درسته؟ هیچ ایرادی نداره. من x1 و x2 رو دارم برای این بردار در افاین جیومتری، من میخوام ببینم در y چی میشه. خب در y میشه این a x1 و a b c d چیه؟ رابطه بین بیس وکتورهای چیز شبکه x به y هست، درسته؟ قبلا اینو دیدیم. حالا من میگم که میخوام از y رو دارم، میخوام z رو به دست بیارم، پس من اومدم اول با این رابطه به دست آوردم y1 y2 چی، حالا میخوام ببینم در z y1 y2 من چیه، شده این، درسته؟ اینم به دست آوردم. اینو کی میتونم به دست بیارم؟ وقتی که m n p q یعنی چی؟ یعنی ضرایب مربوط به بیس وکتورهای بین این و این، z و y. ها حالا
اگه من بخوام اینو به دست بیارم بر اساس x1 x2 چی میشه؟ یعنی سوال بعدی من اینه، سوال من اینه z1 و z2 رو شما بر اساس x1 x2 به من بگید، نه بر اساس z و y ها، درسته؟ خب هیچ ایرادی نداره، من رابطه بین بیس وکتور های اینو اینو دارم، رابطه بین بیس وکتور های اینو اینو دارم، خب میتونم با هم دیگه برم، هیچ مسئله ای نیست. میام چکار بکنم؟ میگم m به جای y1 می‌نویسم اینو ax1 به علاوه bx2 به علاوه به جای n y2 رو بر اساس چی؟ x ها می‌نویسم cx1 به علاوه dx2. دوباره اینجا p رو برای y1 میشه دوباره همون ax1 به علاوه bx2 به علاوه q در cx1 به علاوه dx2. خب الان من میام فقط بر اساس x1 و x2 میخوام بنویسم، پس z1 من میشه برای x1 به علاوه فقط x2 میخوام بنویسم. خب اینجا چه چیزایی به x1 زد میشه؟ یه دونه ma این جمله رفت دیگه، چی؟ یه دونه nc به علاوه nc در x1. چه چیزی به x2 زد میشه؟ mb در nd به علاوه nd. در جمله پایینی هم برای z2 بخوام بنویسم دوباره x1 و x2 هست. من اینجا x1 چیا ضرب میشه؟ p ضرب در a و q ضرب در c که میتونم مثبت و منفی بشن، و x2 میشه p ضرب در b و q ضرب در d. و این ضرایب هم الان دیگه ضرایبی شدن برای خودشون. حالا نگاه بکنید، من z1 و z2 رو بر حسب x1 x2 دارم، از اینجا بر حسب x1 x2 میتونم به دست بیارم. بسیار زیباستی، درسته؟ خیلی هم ساده، منطقه اگه تعداد ابعاد زیاد بشه خود خوب درد سره دیگه. حالا اینا رو حفظ کردن به این راحتی نیست، اصلا لازم هم نیست حفظ بکنیم، ولی نگسته بدید من اینو بذارم اینجا. اینجا یه چیز بنویسم که دوباره خیلی زیباست. با هم بر اساس ماتریس ها بنویسم بگیم آقا چی میشه. بر اساس من ماتریس بنویسم، می‌نویسم که A B C D، درسته؟ X1 x2 y1 y2، درسته؟ با توجه به صحبت هایی که الان چند دقیقه قبل گفتم، این معادله عین اینه به شرط اینکه ضرب ماتریسی رو اونجوری که خواستیم تعریف کردیم. اینو چی؟ میتونم بنویسم m n p q در چی؟ در y1 و y2 مساوی میشه با چی؟ مساوی میشه با z1 و z2. حالا من میخوام z1 z2 رو بر اساس x1 x2 به دست بیارم. خیلی راحت میتونم این کار رو بکنم. نگاه کن، می‌نویسم z1 z2 مساوی m n p q در y1 y2. به جای y1 y2 میارم اینو میذارم، درسته؟ میشه a b c d در x1 x2. یعنی کار من چقدر ساده شد نسبت به این قبلی. نتیجه الان من دقت بکنید، z1 و z2 رو بر اساس x1 و x2 دارم. z1 و z2 رو x1. تنها چیزی که هست اینجا من چی ضرایب دارم؟ که من دو تا ماتریس دارم. من دو تا ماتریس دارم. حالا میام تعریف میکنم، قرارداد میذارم، نه تعریف میکنم، یه قرارداد میذارم. میگم ما ضرب دو تا ماتریس، اینجا ضرب ماتریس ضرب در بردار بود، تعریف کردیم که اینا رو به ما بده، از اینجا به اینجا بیاد به ما. حالا تعریف میکنیم، میگیم آیا مگه غیر از این است که این z1 z2 نسبت به x1 x2 باید این باشه؟ یعنی چی؟
یعنی باید باشه. خود این به صورت ماتریس من می نویسم. نگاه بکنید این میشه زد یک، زد دو مساوی میشه با یه چیزی ضرب در اکس یک اکس دو دیگه، درسته؟ به صورت ماتریس بخوام بنویسم. این یه چیز یعنی چی؟ یه ضریب اینجاست، با این مقایسه بکنید. اینجا آر تبدیل شده به این. به این. پس جمله اول من در اینجا هست. ام آ به علاوه ان سه. دومی باید باشه چی؟ ام ب به علاوه ان دی. پایینی از پی کیو به علاوه کیو سی. و پی بی به علاوه کیو. من اینم بر اساس همون قرارداد ماتریس گذاشتم دیگه. میشه این جمله زرد در این جمله به علاوه این جمله زرد در این جمله، میشه خط بالا این جمله زرد در این جمله، این جمله زرد میدارد میشه اینجور، درسته؟ خیلی حالا میام اینجوری بگم، میگم تعریف دوتا ضرب دوتا ماتریس. ببین دوباره اگه قبلا اینا رو خوندید اونجا نمیدارم بهتون گفتن یا خودتون اصلا خواستید کنجکاو شدید چرا دو تا ماتریس رو به هم ضرب میکنی اینجوری ضرب میکنی. خب فکر کردید که از یه جایی اومده شد، احتمالا بهتون احتمال زیاد نگفتم. حالا گفتم خدا رو شکر اونایی که تازه اومدید الان ما متوجه میشید دو تا ماتریس رو به هم ضرب میکنیم، میگیم این با این باید مساوی باشه، بنابراین این چیز ماتریسه حاصل ضرب دو تا ماتریسه، پس ماتریس ضرب در ماتریس میشه یه ماتریس، این اولیش، پس باید این دو تا با هم مساوی باشن دیگه. پس حاصل ضرب دو تا ماتریس میشه باز ماتریس، منتها برای اینکه چیز باشه به دست بیاریم اینو به این ضرب میکنیم، درسته؟ ام ضرب در آ میکنیم، اینو ضرب در سه میکنیم. ببین این دو تا به اینجوری ضرب میشه، میشه جمله اول. دوباره این دو تا به این دو ضرب میشه، ام ضرب در ب، ان ضرب در ل. بعد میام قسمت پایین، پی ضرب در کیو، نه پی ضرب اینو من درست نمیشتم، این پی آ هست، پی کیو نمیشه، پی آ. ها پی ضرب در آ، کیو ضرب در سه با هم جمع میشه، پی ضرب در ده، کیو ضرب در ده با هم دیگه ضرب میشه و میشه اینجا. پس ما اومدیم الان یه چیزی رو دوباره تعریف کردیم، حاصل ضرب دو تا ماتریس در همدیگه چطوری، قانونش چطوریه. قانونش اینه، نگاه کن دست منو، این افقی به این عمودی، بعد این افقی به این عمودی با هم دیگه جمع میشن یکی، بعد خط بعدی این دو تا افقی ها به اینا و این دو تا به اینا، افقی عمودی افقی. ببین یک قانونی از خودمون درست کردیم، ولی بی خودی درست نکردیم، درست کردیم به خاطر اینکه این همه اینجا چی اذیت نشیم، خب کارمون ساده تر بشه. پس ما الان چی؟ ضرب دو تا ماتریس هم به هم دیگه یاد گرفتیم. این اگه من با آ نشون بدم این ماتریس رو، این ماتریس رو با ب نشون بدم، درسته؟ میتونم بنویسم آ ب، حاصل ضرب دو تا ماتریس. حاصل ضرب دو تا ماتریس رو تعریف کردیم که به چه شکلی هست که مساوی یه ماتریس دیگه مثل سه هست که بشه این چی باشه؟ سه باشه. امیدوارم خوشتون اومده باشه. من که خودم راجع به این صحبت بکنم خوشم میاد که از کجا اومدیم به کجا رسیدیم و خواهید دید که اینا چقدر کاربرد داره. همین چیزای ساده ای که استفاده میکنیم به دست میاریم تعریف میکنیم چقدر دیدگاه ما رو نسبت به جهان تغییر خواهند داد. تمام اون چیزایی که شما در مکانیک کوانتوم با هم دیگه صحبت کردیم ترم قبل و اونجا نمیتونستیم ریاضیات به کار ببریم الان متوجه میشید و یادتون باشه فقط از این شروع کردیم. فقط بشر اینا که اختراعی که من که نیست، کشف من که نیست، این کار شاید هزاران مغز خوب این جهان، انسان‌های خوب هست. من از یه چیزی به این سادگی رسیدم به این و تازه از اینا میخوان استفاده کنم برم اون چیزهای عجیب و مرموزی رو که در مکانیک کوانتوم بود نمیتونستیم بیان بکنیم. چطور میشه یه الکترون همزمان دو جا باشه، از دو تا سوراخ رد بشه؟ زبان بشر، عادی بشر، انگلیسی، فارسی، کردی، ترکی، عربی قادر به بیانش نیست. این زبان قادر به بیانش هست و این زیباییشه. یادتون باشه این زبان از کجا اومده، اینو فراموش نکنید. خیلی خوب.
خب حالا من یه چیزی دیگه میگم که اینم یه خودتون یه چیز بکنید ببینید که میتونید بهش برسید یا نه، جلسه دیگه راجبش صحبت کنم. این برای خودش یه دترمینان داره دیگه، آبه آدم انهای سبه درسته و این نباید صفر باشه، این هم یه دترمینان داره MQ منهای NP. اینی هم که اینجا هست برایش خودش یه دونه دترمینان داره. اگه من دترمینان اینو اسمشو گذارم دلتای X مثلا هرچ دلتا یک، این دترمینان اینه اسمشو بذارم دلتا دو، دترمینان اینم بذارم اسمشو دلتا سه. شما میتونید نشون بدید و جلسه دیگه نشون خواهیم داد. دلتا سه مساوی دلتا یک ضرب دلتا دو. خب این یکیش دترمینان اینجا به هم ضرب شده، چون ماتریس ها به هم ضرب شده دترمینان هاشون به هم دیگه ضرب خواهد شد. یه جلسه دیگه بیشتر چیز میکنم. خب ماتریس ها یک چیز خاصی دارن، یه مفهوم فیزیکی بسیار عمیقی دارن، به مرور راجع بهشون صحبت خواهیم کرد. امیدوارم لذت برده باشید و حالا حداقل اینه که خسته نشده باشید. من خواهش میکنم که این سه جلسه رو تا دلتون میخواد نگاه بکنید کاملا جا بیفته، بنویسید اینا رو، هیچ چیزی رو از دست نمیدید. حداقل اینه که حتی نخواهید بعدن هم ادعا بدید، حداقل یه سرگرمی قشنگیه، سرگرمی فکری قشنگیه. همه اینا رو دیگه خیلی ساده بیان شده، باید بتونید کارا رو بکنید و اگه با هم ادامه بدید مسیر رو با هم دیگه بریم، اینو باید بفهمید، اینا دیگه جا بیفته. به این عشق برید اینا رو مطالعه بکنید، یه دو سه ساعتی روش کار بذارید. توی این جلسه رو حداقل دو سه ساعتی لازمه که وقت بذارید، چون خیلی مطالب زیادی رو من گفتم و خیلی هم من فکر کنم 7-8 ساعتی فکر کردم که اینا چطور کنار هم دیگه بذارم که مربوط باشه اون چیزا. اینا رو اگه چیز بکنید این زبان یاد خواهیم گرفت که دنیای کوانتوم رو صحبت بکنیم و بعد دنیای آشوب رو صحبت بکنیم، خصوصا کوانتوم که با اون همه چیزهای مرموزی که دیدیم. از حوصلتون ممنونم و